امشب مهمان امیری که پوزیسیون در خارج کشورن و شناخته شده، حتما با فعالیت های ایشون آشنا هستیم. چندین سال پارسال به خصوص در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی، یه سری از اعتراضاتی که در پاریس برگزار شد ایشون درش درگیر بودن و از سازمانده های اصلیش بودن و یکی از بهترین اعتراضاتی بود که تو اروپا شد، چون تونسته بود نیروهای فرانسوی رو هم درگیر کنه در این جنبش. ایشون همچنین عضو یک گروه پژوهشی ماتریالیستی هستند که به تازگی شکل گرفته. پارسال یه سری سمینار داشتن، همین هفته هم یه مجموعه سمینار دارن در رابطه با افغانستان که قاعدتا رفقا آفیشاشو دیدن، من که در فیسبوک و اینستاگرام دیدم. امیدوارم خیلی موفقیت آمیز باشه. قبلا هم ایشون در ایرون فعال بودن در حوزه فلسفه و تئاتر، هم مقالات و کتابایی رو به فارسی ترجمه کردن. تو ایران جامعه شناسی خونده بودن، ولی در دوره اخیر دکترای فلسفه از دانشگاه پاریس 8 به تازگی گرفتن و تزشون هم در مورد سرمایه‌داری و زمان تاریخی است. در همین رابطه ما دعوت کردیم از ایشون که اگه ممکنه در رابطه با این تزشون یه چند جلسه ای برامون سخنرانی کنن. امیدوارم این جلسه اول نباشه و جلسات بعدی هم بتونیم از ایشون بهره ببریم. ایشون حوزه‌های پژوهشی زیادی دارند، من جمله دینامیک معاصر سرمایه‌داری، ماتریالیسم تاریخی و خیلی جالب تاریخ مبارزات کمونیستی در ایران و منطقه. همونطور که گفتم حتما با آثار و نوشته‌های ایشون آشنا هستین، من که در فیسبوک دائم ایشون رو دنبال کردم. از رفقای جوان ما هستن، همینجور که از جبهه‌شون بی‌بی‌بی و امیدوارم این رفیق ما یک چی میگن ندایی باشه به سایر رفقا که واقعا بیان و درگیر بشن در کارهای این فرم. به هر حال ما خیلی خوشحالیم که ایشون دعوت ما رو پذیرفتن. در زمینم بگم ایشون خودشون یکی از به اصطلاح امضا کنندگان اولیه اون بیانیه هستن که منجر به تشکیل این سایت صدای انقلاب و این فورم شده و از شاید بدون همکاری های ایشون موفق نمی شود. و ضمن تشکر از ایشون از طرف همه جمع خیلی استقبال می کنم من شخصا از حضورشون. امیدوارم بحث بسیار جالبی داشته باشیم و بتونیم ادامه بدیم. من دیگه نکته دیگه ندارم. اگر رفیقمون امیر آماده هستند خواهش میکنم شروع کنم. بله، خیلی ممنون رفیق تراب عزیز بخاطر معرفی و خیلی خوشحالم که هستم در این جلسه و خوشحالم از این سلسله جلساتی که به هر حال تدارک دیده شده و ادامه هم قرار پیدا کنه و بالاخره ضروریه و امیدوارم که رفقای دیگه هم بیان شرکت کنند و به هر حال مجموعه مباحثات ضروری هست که پیش روی ماست، حالا هم چیزای مسائل در واقع انضمامی، استراتژیک، سیاسی، بیواسطه، هم به هر حال بحثای نظری که ضروری است و باید انجام بشه. و حالا امروز امشب این مقدار بحث من هم در حال نظری شاید این مقدار انتزاعی باشه و همینطوری که از عنوانش برمیاد دو تا بخش داره. یکی خب موضوع استعمار زدایی از ماتریالیسم تاریخی است و دیگه خب موضوع همزمانی امور ناهمزمان در هر مرحله ای از توسعه تاریخی منطقی سرمایه‌داری و از هر طرف در واقع از هر یک از این عنوانها شروع کنیم، طرف دیگه به نوعی قابل استنتاج هست و خب من از بخش اول شروع می کنم و برحال اینجور که برمیاد از عنوان اینه که این یک پیشفرضی وجود داره که
ماتریالیسم تاریخی به عنوان یک طرح و نظریه تاریخی و در این حال یک متا نظریه توسعه جوامع، حالا در ورژن کلاسیک شامل یک جورگذر خطی از مراحل مشخص و متمایز کمونیسم اولیه، بردهداری، فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری و نهایتا سوسیالیسم میشه. خب این پیشفرض وجود داره که آلوده است به تاریخی گری، اروپا محوری، غایت گرایی و متهم است که یک جور در واقع نگاه تک خطی به تاریخ داره، مرحله گراس، و اصولا هم ماتریالیسم تاریخی به عنوان یک سنت در این تعریف و بازسازی خودش در این یک قرن و اندی گذشته مدام در حال سر و کله زدن با همچین انتقاداتی بوده. و حالا من بخشش رو گفتم و خلاصه این انتقاد هست که این نظریه مادی تحول تاریخی مارکسیستی خب یه نظریه قرن 19 همیه. مثلا میشل فوکو میگه که مارکسیسم در چارچوب قرن 19 هم مثل یه جور همون حالتی داره که مثل ماهی توی آب، و هر جا بیرون از این آب یا بیرون از این چارچوب یا در واقع بیرون از قرن 19 هم این دیگه نمیتونه نفس بکشه. و در این نقد به تاریخی گری مارکسیسم و یوروسنتریسمش، خب هم متفکران پستکلونیال هستن هم متفکران پسا ساختارگرا مثل فوکو، هرچند یه مقداری اون نوک تیز انتقاداتشون با هم فرق میکنه. برای پسا ساختارگراها مشکل بیشتر این خصلت خطی طرح ماتریالیسم تاریخی از تاریخ، برای پستکلونیا بیشتر مسئله این یگانگیش، اینکه یک تاریخ وجود داره، پروبلماتیک دو مسئله است. و خب این رویکرد تک خطی این پیشورز نرماتیو رو در خودش داره که تاریخ اروپا به جور مدل و الگوی سنجش برای همه تاریخ ها، همه جوامع دیگه است. و در مورد خود مارکس و حالا یوروسنتریسمش هم بس زیاد هست و خب بالاخره ریشه هگلی داره. مارکس در مقدمه آلمانی سرمایه می نویسه کشورهای توسعه یافته سنتی به کشورهای کمتر توسعه یافته تصویر آیندهشون رو نشون میدن، که خب مبتنی بر همون پیشفرض نرماتی. و البته بعدا در مقدمه ترجمه فرانسوی کتاب این جمله یه تغییری میده، میگه کشورهای توسعه یافته به کشورهایی که از قبل روی ریل سنتی شدن هستن، از قبل توی این جاده هستن، تصویر آیندهشون رو نشون میده. و بالاخره یه جور در روند تحول فکری مارکس یه جور حرکت به سمت الگوی چند خطی توسعه رو میشه دید، به خصوص از دهه 1860-70 و بعد هم که با در دیالوگ با همین پوپولیست های روسی. و همین چرخش رو در مورد مسئله استعمار هم میشه دید. مثلا در دهه 50 مارکس میگه که فارغ از اینکه چقدر اعمال انگلیسی ها تو هند جنایتکارانه است، این در واقع اعمالشون یک جور ابزار ناخودآگاه تاریخ، ابزار ناخودآگاه تاریخ در مسیر حرکت به سمت انقلاب بعد. ولی خب این رو باز مودیفای میکنه، عوض میکنه، یه نگاه دیگه ای داره که میگه که نفی مالکیت جمعی که در واقع توسط کمپانی هند شرقی یه جور مساق وندالیسم از انگلیسی بود و باعث شد که جامعه هند به عقب بره. در هر حال این نقد اروپا محور بودن به مارکسیسم و جریانهاش وارده، و هم به هر حال مارکسیسم انترناسیونال دوم و در ادامه مارکسیسم روسی در مزان اتهام این اتهام قرار داره، و هم مارکسیسم غربی دیگه، اون شکلی که در لوکاش صورت مندی شد، در مکتب فرانکفورت تداوم پیدا کرد تا برسه دیگه به نگری و دیگران. بالاخره هر دو یه جور این اتهام بار در واقع اتهام یوروسنتریسم و
متوجهشون هست و اینها. و حالا بحثم اینه که در اینجا که این بازشناسی این مسئله همزمانی عناصر ناهمزمان به عنوان یه ویژگی ساختاری توسعه سرمایه داری یه امکانی میده برای اینکه این نگاه یوروسنتریستی بافکنی بشه و خب این هم همراست با یه جور استعمار زدایی از درک ما از تاریخ و توسعه و انقلاب و اینها. و خب احتمالا آشنا هستید با این فرمول همزمانی امور ناهمزمان که خب بدون اینو ویلهلم پیندر مطرح کرد توی کانتکس فرهنگی هنری، ولی خب به نام ارنست بلوخ شناخته میشه که خب ایدش اینه که مراحل ناهمگون و ناهمزمان توسعه در هم شکل همزمان میتونن وجود داشته باشن. من میخوام این ایده رو حالا خیلی خلاصه تو 3 تا اپیزود مرور کنم. خب اپیزود اول متوجه این تعامل مارکس در مورد عقب ماندگی سیاسی آلمان تو اول قرن 19 هم، علارغم اینکه فلسفه ایدئالیسم آلمانی معاصر به زعم مارکس. اپیزود دوم خب تحلیل ارنست بلوخ در مورد ظهور فاشیسم در آلمان نیمه اول قرن 20 و نهایتا هم تز تروسکی در مورد توسعه ناموزون مرکب در مورد روسیه نیمه اول قرن 20. و حالا بر پایه این 3 مومنت و این 3 نظریه پردازی که یه جوری من تلاش کنم یه مفهومی از شرق رو برجسته کنم که حالا در نقطه تقابل قرار میگیره با شرق شرق شناسی، شرقی که در مفهوم استبداد شرقی هست و یه جور شرق بیشتر توپوگرافیک یا میشه گفت ژئولوژیکه که یه جور مکان هندسی عدم امکان هستی شناسی هر گونه همزمانی در جهان سرمایه داری است. و این شرق حالا ژئولوژیک حتما هست که در این سنت فکری مارکسیستی وجود داشته و توجه بهش حالا اهمیت استراتژیکی داره. از خود مارکس حالا شروع کنیم و اون در واقع پروبلماتیزیشنش در مقدمه نقد فلسفه هگل تو سالهای 1843-1844 که موضوعش اونجا مسئله همین معاصر بودن و همزمان بودن و عدم معاصر بودن آلمان زمان خودش، و میگه که اگه که بخوایم وضعیت آلمان، آلمان اون روز و کلیتش در نظر بگیریم یه نتیجه بیشتر نمیرسیم، و اینکه این آلمان نابهنگام آناکرونیسمی در این وضعیت آلمان وجود داره و حتی اگه این وضعیت کنونی آلمان رو هم نفی کنیم، نقد کنیم، میرسیم به یک واقعیت تاریخی گرد گرفته ای که این خودش در پستو در زبالدان تاریخ خلقهای مدرن اینجا فرانسه قرار میگیره. یعنی حتی اگه آلمان 1843 رو نفی کنیم، ازش گذر کنیم، در بستر تقویم فرانسوی یه جوری قرار میگیریم در سالهای 1789 حالا چه برسه به فرانسه 1843. و در واقع حرف اینه که آلمان من اون دوران اگر چه که در احیای ارتجاع خلقهای مدرن شریک بوده، اما شریک انقلابشون نبوده. یعنی در رستوراسیون شریک بوده، هم یکی های سلطنت و اینا، ولی انقلاب خبری نیست. و وضعیت آلمان جوری پایین تر از سطح تاریخ، در نتیجه مبارزه با وضعیت سیاسی کنونی آلمان یه جوری سطح مبارزهش مبارزه با گذشته فرانسوی هاست. اینجا مارکس از همین استعاره تراژدی کمدی استفاده میکنه که جای دیگه هم استفاده میکنه، میگه تا زمانی که این رژیم قدیم اونسیان رژیم که حالا یه اپیزود تراژیکی بود در تاریخ فرانسه، شبه این داره در آلمان نقش کمیکی بازی میکنه، این تخیل آلمانی ها یه جور ذیل خاطره فرانسوی ها
قرار میگیره. و خب این هم طبعا یه تجربه غم‌انگیز و تروماتیکیه که آلمانی‌ها یه جوری مجبور بودن در اون زمان به زعم مارکس تاریخ رو در غیابش زندگی کنن و به نوعی به شکل مجازی از دور نیابتی معاصر باشن. و خب این تجربه مدرنیته غیابی خب برای ما که کاملا آشناست، ولی خب مارکس اضافه میکنه که یک مکمل بیرونی حالا یا یک وجه درون ماندگار این تجربه ناهمزمانی سیاسی، حالا این بستگی به تفسیر داره که بگیم این وجه در واقع درون ماندگار یا یه جور در واقع عنصر مکملی و بیرونی است. و اون هم عبارت از این که آلمان درست کلاس سیاسی معاصر نیست، اما از طریق فلسفه حق و دولت و به طور کلی از طریق ایدالیسم آلمانی معاصر است. و یه جوری آلمانی ها پسا تاریخ خودشون رو میگه در مارکس در ذهن، در تفکر، از طریق فلسفه زندگی کردن، معاصر فلسفی دوران مدرن هستن، اما به لحاظ تاریخی با دوران مدرن معاصر نیستن. و حالا این یه جوری در واقع حالا این انقلاب فکری آلمان در اون زمان رو همین به ویژه و ایدئالیسم آلمانی که تجلیش در واقع در همین مفهوم دولت مدرنه رو میشه یه جور یک سمپتومی گرفت، یک دردنشانی گرفت از این غیبت انقلاب سیاسی. یعنی انقلاب فکری سمپتوم غیبت انقلاب فکری و تلاش برای جبران در واقع این فقدان انقلاب سیاسی و یه جور همین زمانمندی تروماتیک عقب موندگی به اصطلاح آلمانی هاست. و البته خب این انقلاب فکری یا به لحاظ مثلا خشونت یا نفی رادیکال انتزاعی از در واقع انقلاب فلسفه، انقلاب خود فرانسه چیزی کمتر نداشت. یعنی شاید آلمان معاصر فرانسه نبود، اما کانت، کسی که گردن خدا رو زد به قول هاینریش هاینه، معاصر روبسپیر بود و حتی از روبسپیر یه جوری معاصرتر بود. هاینریش هاینه که حالا مارکس هم ازش متاثره، نویسنده شاعر و نویسنده آلمانی، خب این چرخش کوپرنیکی کانت رو هم ارز قرار میده با انقلاب فرانسه و حتی میگه که اگه واقعیت اینه که اگه بخوایم روبسپیر رو با کانت مقایسه کنیم، زیادی به روبسپیر افتخار دادیم، که حالا خب به هر حال جای بحث داره دیگه به هر حال. ولی در کل این موضوع همزمانی آلمان و فرانسه و ناهمزمانی آلمان و فرانسه در قالب فلسفه و انقلاب سیاسی تو حدود سالهای 1800 رو یه جور میشه بر اساس همین اقتصاد بدهی و احتکار هم درک کرد دیگه. آلمانی ها یه جور به خاطر همین فقدان انقلاب سیاسی یه جور احساس بدهی، یه گناه متافیزیکی، یه جور بدهی نسبت به واقعیت رو احساس میکردن. و خب جبران این بدهی یه جور ترجمه میشه با همین سرمایه گذاری در تخیل و ایده و احتکار و اسپیکولیشن همین رویا و فلسفه و به هر حال غوطه ور شدن در انتظار. و خب حرف مارکس هم در نهایت اینه که نقد این همزمانی انتظاری فلسفی، نقد ایدالیسم آلمانی در بستر حالا شرایط مادی که مشخص میشه با ظهور پرولتریا، میتونه امکان معاصر شدن در واقع آلمان، بلو شدن آلمان رو ایجاد کنه. چیزی که حالا در این فرمول بندی هم جالبه اینه که یک زمان معیاری وجود داره دیگه در این مقایسه وضعیت آلمان و فرانسه و سنجش معاصر بودن و عدم معاصر بودن. خب اونم انقلاب فرانسه است، روی محور حالا ژئوپلیتیکی فرانسه، آلمان، نمیدونم
روبسپیر، اون طرف مثلا کانتو، هگل. و خب این معیار مثلا اونجا پرسش اصلی هستم، یه جور شکلهای مختلف همین انحراف از این معیار، ولی نکته اینه که خود این معیار یه چیز خودش نابهنگام یه دیگه، انقلاب دیگه، و از این جهت مثلا نامعاصر بودن آلمان خودش یک جور نابهنگامی در نسبت با یک نابهنگامی است. ولی برای این پرسش عقب ماندگی آلمان، این مسئله ملت عقب مانده یا متأخر، حالا یک تمی است که در همین نظریات و تاریخ نگاری آلمان خیلی تکرار میشه. مثلا ترم خود هلموت پلسنر، این ملت عقب مانده، و اینا یک قرن بعد از مارکس قرار میگیره در قلب تحلیل ارنست بلوخ. و حالا ما یک ترم دیگه هم داریم در این رابطه که تاریخ نگارهای آلمانی به کار میبرم، زاندرویگ. زاندرویگ یعنی مسیر ویژه، یعنی که یه جوری با تاکید روی این ترمین ویژگی های خاص و بیقاعدگی های تاریخ آلمان در نسبت با فرانسه و انگلیس و اینا روش دست میزن، که الان خود این ترم هم تاریخی داره، که یعنی یه چیز پروبلماتیکی هم هست از یه جهاتی با توجه به مسئله فاشیسم استفاده میکنه. ولی خب یه چرخش های زیادی در مورد این ترم هم هست که حالا یه موضوع دیگه ایه. میرسیم به ارنست بلوخ و حالا ظهور فاشیست در آلمان. رمز و راز این رو بلوخ در همین همزیستی و وجود همزمان مراحل ناهمگون توسعه تو فابریک اجتماعی اقتصادی آلمان 1930 میدونه، و میدونید که این تز بلوخ هم یه جایگاه ویژه‌ای داره در همین بازسازی سنت ماتریالیسم تاریخی. حالا تز بلوخ هست، تز بنیامین هست در مورد این برخورد زمانهای مختلف و منظومه‌ای که تشکیل میدن، یا این ایده دیالکتیک چند لایه زمانی کوزلک، چین زمانهای چینه بندی شده کوزلک. اینا به هر حال یه ایده های اصلی بودن خصوص از دهه 80-90، که هی برخی از حال متفکران مارکسیست رفتن سراغشون و یه جوری هم تلاش کردن به میانجی اینا مثلا یه جوری مشکلات و انتقاداتی که هست به نظریه تاریخ مارکسیستی و رفع و رجوع کنند. برگردم به بخشید. برگردم به حرف بلوخ. اینه که بلوخ میگه که پرسشش پرسش در واقع همین ظهور فاشیست، و میگه که فاشیست نه آهنگی رو که باش اقوا میکنه خودش اختراع کرد، نه باروتی که باش آتیش بازی میکنه رو خودش اختراع کرد، نه حتی امضایی که باهاش کلاهبرداری میکنه رو خودش اختراع کرد. همه اینا از قبل بود، و انرژی روانی که این کالبد سیاسی رایش سوم رو تشکیل میداد ابداع خودش نبود، و یک جور بر اساس همزمانی ذهنیت های ناهمگون و ناهمزمان شکل گرفته بود. هم دهقانا وجود داشتن که خب بس بودن به جور زمانبندی اسطوره‌ای و چرخش فصول و خاک باستانی و اینا، لایه های میانی مثلا فقیر بودن که اونا خب نوستالژی دوران قبل از جنگ رو داشتن، و اینا هر کدوم به هر حال به گروه های مختلفی تعلق داشتن، ولی وجود همزمانشون این مرز و خواستاشون مرز مبارزه طبقاتی رو مبهم کرد، و خب همه اینا هم یه جوری در جنگیری یهودیان اشتراک داشتن. و البته بلوخ این رو هم میگه که مسئله صرفا این مسئله ذهنی سوبجکتیو نبود، به شکل عینی باقی مانده زمانهای گذشته در زمان حال وجود داشت، و درست به همین خاطر اون از یه جور ضرورت یک مفهوم چند زمانی چند فضایی از دیالکتیک حرف میزنه که بتونه این چند ریتمی بودن تاریخ رو
نشون بده. البته خب تا اونجا پیش نمیرن اسلوکینگ رو یه پدیده ساختاری بدونه، به عنوان یک پدیده ساختاری به رسمیت بشناسه و سطح تحلیل نهایتا زمانی تاریخی باقی میمونه. البته بعدتر تو کنفرانس مشهور 1955 که عنوانش از تمایز گذاری در مفهوم پیشرفت، اونجا بر میگرده به این موضوع کثرت زمانی. اونجا موضوع بیشتر نقد تاریخ جهانی هگل از ایده یک مولتی ورسوم حرف میزنه، یک جور در واقع کثرت زمانی هستی شناختی که دیگه زمان بنیادی و معیاری هم توش نیست. اینو بر اساس در قیاس با همین هندسه و فضای ریمانی صورت بندی میکنه و میگه یه جور بر حال مارکسیسم احتیاج به یک مفهوم ریمانی از زمان داره، یه جور زمانی که معیارهای سنجشش متغیر باشه. و خب اونجا دیگه بحث یه مقدار ساختاری میشه دیگه، هم یک زمان واحدی نیست که بر اساس اون حالا عقب بودن جلو بودن پیشرفت رو بشه سنجید. که حالا وارد این بحث این نمیشم که حالا چقدر این ساختاری بودن یا هستی شناسی بودن این کثرت بدون زمان بنیادی در تحلیل میتونه کمک کنه، کجا چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه، الان یه بحث دیگه ایه. ولی بحث اصولا مختص به آلمان نیست که در روسیه همزمان با مارکس مثلا نظریه پردازان جنبش نارودنیکی پوپولیستا نیکولای چرنشوفسکی مثلا این ایده رو داشتن که کمونهای روستایی روسیه میتونن یک کاتالیزوری باشن برای تسریع حرکت تاریخی، یه جور میتونن مبنایی باشن برای شکلدهی به یک جور سازماندهی اقتصادی اجتماعی کار و زندگی. که خب برای مارکس هم در دهه 80 این ایده متفکران پوپولیسم روسی هم جذاب میشه، در نامه پیش نویسای نامش به برازا سولویچ هست و کمک میکنه به حال برای مارکس برای یه جور فاصله گرفتن از اون نگاه تک خطی در مورد تاریخ. و به حال روسیه در روسیه این بحثا وجود داشته و این نهایت هم یه مبنایی میشه برای یه جور درک آلترناتیو از ماتریالیسم تاریخی که دیگه مرحله گرا نباشه، آناکروفوبیک نباشه، بتونه این چند زمانی رو در واقع لحاظ کنه و خب یه جور فاصله بگیره از اون مارکسیسم مثلا پلخانوف و کاوتسکی و انترناسیونال دوم که حالا به حال اونا معتقد بودند که روسیه باید مراحل توسعه رو مطابق الگوی اروپای غربی طی کنه، یعنی اول باید انقلاب بورژوا دموکراتیک بشه بعد تازه اون وقت ممکن شرایط برای انقلاب سوسیالیستی فراهم بشه. هم لنین هم تروسکی و اینا از این نگاه مرحله گرا فاصله میگیرن. به طور مشخص هم تروسکی در همین تز توسعه ناموزون مرکب که در واقع همزمان است با تحلیل بلوخ از ظهور فاشیسم کم و بیش در واقع، و حرف تروسکی هم اینه که در روسیه به حال به دلیل هم ویژگی های جغرافیایی خاص خودش و هم به خاطر همزمانی با کشورهای توسعه یافته غربی میتونه مستقیما دست به انقلاب سوسیالیستی بزنه بدون اینکه منتظر تحقق و توسعه بورژوایی و انقلاب بورژوا دموکراتیک باشه. و خلاصه یه جور درک ژئوپلیتیکی از زمان تاریخی از زمان شکل میگیره و در این درک هم تاکید بر نقش سازنده همین روابط بین المللی در فرایند توسعه است. و برای توضیح ایده همین توسعه ناموزون مرکب هم تروسکی یه سری مکانیسمای اجتماعی بین المللی رو برجسته میکنه، مثلا از همین شلاق یا فشار
نیازهایی که از بیرون به یک واحد اقتصادی اجتماعی تحمیل میشه حرف میزنه، تازیانه همین نیازهای بیرونی. یعنی به هر حال بالاخره رقابت بین دولت ها یه جور همین ضرورت ها ایجاد میکنه، مثل فنر در واقع یک واحد جغرافی یا یک دولت ملت رو مثلا هر حال فشرده میکنه، امکان جهشی ایجاد میکنه. مثلا رقابت و فشار بیرونی خیلی عامل مهمی است، یا مثلا از امتیاز عقب افتادگی حرف میزنیم که بالاخره کشورهای عقب افتاده لازم نیست از اول تکنولوژی ها رو ابداع کنن، و خیلی به دلیل همزمانی شما کشور توسعه یافته میتونن رو وارد کنن. و یه سری دیگه از این مکانیسم ها به حال هست برای توضیح در واقع تز همین توسعه نامز و مرکب همین طرح میشه. و خب اهمیت تز هم بیشتر این قضیه ناموزون و نابرابر بودن توسعه نیست. خب این قبلا همین خیلی گفته بودم، بیشتر این مسئله مرکب بودن توسعه، هم زیستی عناصر ناهمگونه، هم سرمایه دارانه پیش از سرمایه دارانه در نسبت با اون ناموزونیه که خیلی همین نکته کلیدی و واجد ارزش در واقع این تزه. ولی خب در سال تروسکی هم این تبدیل به یک نظریه ساختاری نمیشه. یه جا میگه که به هر حال این توسعه ناموز و مرکب یعنی عام‌ترین قانون فرایند تاریخیه، ولی بعد به هر حال این تز فراموش میشه. یه جایی بعدتر مینویسه اصلا به عنوان قانون یه چیز مبهمیه، بیشتر یه جور واقعیت تاریخیه تا یک قانون باشه. و البته همین در سالهای اخیر به ویژه مارکسیست های روابط بین الملل مثل جاستین روزنبرگ و اینا سعی کردن با این تاکید بر کثرت هستی شناختی جوامع اینو تبدیل کنه به نظریه، که هر حال به هر حال اونم نکاتی هست در نقد در واقع اونجور که کسایی مثل روزنبرگ و اینا نظریه تبدیلش کردن به نظریه. ولی خب حالا بحث دیگه ایه و یه تنشی هم بین اونها وجود داره، بین در واقع دو گروه، کسایی که اینو در واقع توسعه ناموزون و مرکب و یه قانون فراتاریخی میبینن، مثل همین آقای کامران متین مثلا، بیشتر اون رو یه چیزی با توجه به اینکه پیشفرض مثلا پیشفرض در واقع کثرت هستی شناختی جوامع است و اینا، این قانون رو به عنوان یه چیزی که همیشه هست کنن. بعضی دیگه خب اینو فقط یک ویژگی توسعه سرمایه داری میبینن، مثل یعنی بیاس و اینا. و به حال این تنش هم تو این بین در واقع این کسانی که جدیدن رو آوردن و باش کار میکنن هست. نکته جالب در مورد تحلیل تروسکی اینی که تحلیلش از فاشیست بخیر که حالا اونجا اصلا تز ناموز و مرکب در کار نیست و تاکید بیشتر روی همین بوناپارتیسم و اینهاست، اونجا خیلی شبیه به تحلیل بلوخ از فاشیست و دست میذاره روی اینکه تداوم قرن 12 و 13 تو قرن 20 میگه دورانی همزمان هم باور به جادوس، هم الکتریسیته، استفاده از الکتریسیته، پاپ توی رادیو مثلا در مورد تبدیل آب به شراب موعظه میکنه و برجسته میکنه به شکل خیلی ملموس، و اینها این مسئله اینا همزمانی عناصر ناهمزمان رو. و البته تفاوت های بین لوخ و فرهاد تروسکی خب هم در شیوه تحلیل و اینها خب زیاده، ولی طور کلی خب واضح ترین و بارزترینش اینه که در تحلیل بلوخ یه جور بار دیستوپیایی داره این همزمانی عناصر و ناهمزمان، اما خب برای تروسکی یه جور حاوی ارزش رهایی بخشه و اینجوری به نظر میرسه که در اون نقطه تلاقی که این دوتا ایده به هم میرسن، ایده بلوخ و تروسکی، تاریخ یه جوری گشوده میشه به امکانهای متفاوتی و یه جوری امکانهای فرای اون شمای تاریخی نقشه توسعه مارکسیسم روسی یا ایدالیسم آلمانی.
و در مورد تلاقی در واقع این دوده، نکته اصلی مقدار جغرافیای این طرح تز همزمانی عناصر ناهمزمان بلوخ، میگه که آلمان کشور کلاسیک ناهمزمانی است. خب این توصیف برای روسیه حتی صادق تره دیگه، و خود تروسکی هم میگه دست میذاره رو موقعیت میانی روسیه، هم به لحاظ جغرافیایی بین اروپا آسیا، هم به لحاظ اجتماعی تاریخی. میگه شرق یوغ تاتار رو همین تحمیل کردی، عنصر مهمی بود برای ساخته شدن دولت روسیه، اما روسیه نمیتونست یک مدل شرقی رو اتخاذ کنه، حالا چرا که یه جوری تحت فشار نظامی اقتصادی غرب بود، یعنی در واقع چون در شرق غرب بود. این در شرق بودن یه جوری، و شرق غرب بودن در واقع یه جور شرق نزدیک بودن، یه جور شرق درونی بودن، و چه مشترک آلمان و روسیه رو نسبت به فرانسه و انگلیس است. و خب این شرق هم خیلی نباید صرفا جغرافیایی فهمید، یه جور موقعیت میانی است بین حالا هم سرمایهداری و پیشا سرمایهداری، بین استعمارگری و مستعمره بودن. و این شرق درونی حالا در ابتدای قرن بیستم علاوه بر آلمان و روسیه، خب شامل مثلا کشورهای مثل ژاپن و ایتالیا میشد. بعد در مثلا نیمه دوم قرن، خب خیلی از کشورهای پیرامونی در جهان سوم رو هم مثلا در بر می گرفت دیگه. خب نکتم این در واقع موقعیت ساختاری متمایز این شرق نسبت به در مقایسه با جنوب جهانی دیگه، این تمایز حالا برای تا یه حدی هم تمایز تحلیلیه، و خب در واقعیت هم ریشه داره دیگه. این برش عمودی جهان به شمال و جنوب جهانی بیشتر اونجا خب مسئله یه جور تضاد هم و هیچ، غارتگر و غارت شده است، استعمارگر و مستعمره است. برش افقی بیشتر یه پیوستاری از همین شباهت و تفاوت، همگنسازی و ناهمگنسازی رو در فرایند توسعه سرمایه داری برجسته میکنه. در اولی همین در همین تفکیک حالا اونجا که تحلیلی شمال و جنوب، مسئله گسست و یه جور تضاد در این مسئله، در این برش شرق غرب بیشتر مسئله پیوستاره و تفاوت و شباهت دیگه. و برگردم حالا به همین ایده شرقی که حالا در تجلیش همین آلمانی است که مارکس و بلوخ ازش حرف میزنن، روسیه ای که پوپولیستا و تروسکی ازش حرف میزنن، که خب یه جور شرق فرهنگی نیست، گفتم جغرافیایی هم نیست، و خیلی این توپولوژی ساختاریش مهمه، یک جور فضای به هر حال نسبیه در شرق غرب بودن، این نسبت این رابطه نسبیش مهمه، شناور خیلی متحرکه و جای بغرنجیه به هر حال، یعنی یه جایی به لحاظ تاریخی مستعد رخ دادن انواع انقلاب ها، و البته انقلاب های منفعل بوده برای حل این مسئله بیقاعدگی مربوط به توسعه، و به هر حال یه جور محل بحران دائم پیشا انقلابی به قول ارنست مندل همچین جایی. و اینجا این مسئله همزیستی زمانهای ناهنگون یه شکل صریح‌تر و بارزتری داره، و در واقع از این پوزیشن، از پوزیشن این شرق توپوگرافیک هم هست که این امکان، یا در واقع این وافکنی یه جور دیکانسترکشن، ترجمه، تصاحب مجدد ماتریالیسم تاریخی هم ممکن میشه و هم ضروری میشه دیگه، تا اون جایی که حالا به نظریه و عمل انقلابی مربوطه. به هر حال شیوه درست مواجهه با ماتریالیسم تاریخی، با نظریه اصلا مارکسیستی، اصلا با نظریه غربی، یه جور دیلوکالیزیشن ریلوکالیزیشن، یعنی کندن از اون
جغرافیا و دوباره همین جغرافیاییش کردن یا از اون بوم کندن دوباره بومیش کردن. حالا خیلی ها تعبیرهای مختلفی دارن الان تو ذهنم، در واقع مارکسیست هایتی رومن شاکوبی اگه اسمش رو نکنم، اون مثلا از سفرنده تقدیر حرف میزنه، بعد این نظریه رو تقدیر کرد مثلا اوورد توی این هاست. و این هم خب به هر حال به خاطر این تهنشست ها، اون ریشه های یوروسنتریستی و پروانسیاله، بالاخره نظریه تو غرب تولید شده، اون معیار قرار گرفته، خب باید کنده بشه. و این کاریه که حالا مثلا لنین میکنه، به قول ماتیو اونو فیلسوف مارکسیست فرانسوی، اون میگه لنین این کار رو از طریق یه جور مرکز زدایی از مرکز زدایی میکنه، یعنی یه جور مرکز زدایی سیاسی سوبژکتیو نظریه درون یک مرکز زدایی، یک گریز از مرکز ابجکتیوی که هست اوردی، یعنی در مثلا در وضعیت عینی اقتصادی اجتماعی روسیه وجود داره دیگه. حالا در ایران هم همینه، به هر حال این گریز از مرکز وجود داره، درون این احتیاج به یک حرکت گریز از مرکز دیگه‌ای هست. و این شرق حالا ژئولوژیک یا توپوگرافی، این شرق ساختاری یه جاییه که همین مرکز زدایی از مرکز زدایی ممکن میشه و تفاوت هم داره با گفتم به اون شرق شرق شناسی که حالا به عنوان دیگری غرب یه جاهای ابزار یه جور ابژه خیال پردازی و شیفتگی، یه جاهایی هم خوب ابژه فتح و سلطه است و اینا، و یه جور توپوسیه که ماهیت و جوهری غیر از همین غیر مرکز بود، غیر مرکز بودنش، از گریز از مرکز بودنش نداره، یه استثنایی در واقع که قاعده رو نشون میده. قاعده چیه؟ اینکه عدم امکان موزون بودن توسعه سرمایه‌داری در همه جا، یعنی در واقع این یه شرقیه که در انحصار شرقی‌ها نیست و برجسته ساختنش لحاظ تحلیلی به ما اجازه میده که این دیدگاه تاریخ گرایانه مبتنی بر یه جور تقابل ذاتی بین شرق و غرب و از غذا دیکانسترال کنیم و نشون بدیم که همه جا به هر حال این سرمایه داری شکل ناموزونی داره و یه جوری این شرق ازش حالا صحبت کنیم، عطف به بلوخ و مارکس و تروسکی، در تقابل با یه شرق دیگه ای هست که به طور ضمنی در کار مارکس هست، در مفهوم شیوه تولید آسیایی هم وجود داره، بیشتر دلالت داره بر تغییر ناپذیری و رکود تاریخی، البته تا جایی که در واقع شیوه تولید آسیایی منعکس میکنه اون فرمول تقدیر گرایانه، یعنی استبداد شرقی رو که متناظره با استبداد شرقی با یک جغرافیای مثلا بیابانی که از صحرای بزرگ آفریقا شروع میشه، از هند و ایران میگذره تا فلات تاتاریا و اولنگس که تو بحثش با همین پوپولسای روسی میگه اینجا یه جور مرداب یا یه رکودی خارج از تاریخ. حالا خود مارکس این بحث در مورد این بچه تولید آسیایی اونم طولانیه دیگه، مارکس اول نوشته اولش در مورد هند همین ترم استبداد آسیایی استفاده میکنه، بعد تو مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی و بچه تولید آسیایی جایگزین میشه تو چیزم. البته اینم باید گفت که بالاخره تو دفتر 4 و 5 گروندریسه یه ذره موضع مارکس ظریف‌تر، اونجا این بچه تولید آسیایی یک کلیت یک پارچه ای نیست، یه سناریوهای مختلفی حالا کم و بیش استبدادی یا دموکراتیک و در بر میگیره. ولی خب به هر حال این اون در واقع سفرنامه فرانسوا بقیه یه جور حالت پارادایمیک داره تو همین نظریه مارکسیستی در مورد همین بچه تولید آسیایی که یا مثلا میگه شاه تنها مالک فقدان مالکیت خصوصی در شرق و اینا، به هر حال هست یه چیزای شرق شناسانه ای در این مفهوم و خیلی هم مفهوم بسیافته ای نیست، یعنی بعدا هم
سری کارهای ماست که سر و کلش پیدا نمیشه. نظریات هم در موردش مختلفه. مثلا هالتونیان میگه که بیشتر اصلا این یه ابزار تحلیلی، اصلا این واقعیت تجربی تاریخی نیست، چیز تحلیلی مارکس درست کرده. البته هالتونیان راجع به نمیدونم ریل سابسامشن هم همینو میگه. و حالا در هر صورت چیزی که اینجا مهمه اینه که این شرقی که من سر حرف زدم یه کلیت یک دست و یک پارچه نیست و یک جور عملیات تقدیریه، مثلا جغرافیایی هم در تعینش نقش نداره، عرصه نمیدونم رکود و عدم تحرک تاریخی هم نیست، چندگانه است، دینامیکه، محل بحرانه و عرصه همین دگرگونی تاریخی است. و خب مهمه تاکید روش، علی‌رغم اینکه خب ما میدونیم خود مفهوم شرق در مارکسیسم مفهوم سوء زن برانگیزی است، حالا برخلاف جنوب که یه جور موضع مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی رو متجلی میکنه، یه جور در حال ناخرسندی اپیستمولوژیک نسبت به مفهوم شرق وجود داره. این نمونه روشنش این کتابی است که واسان کیوار نوشته، The Postcolonial Orient. هم حرفش اینه، خیلی از مارکسیستا این احیای اخیر روایت شرق غرب و به جای شمال جنوب یه جوری اصلا گرهش میزنن به چرخش پست مدرنیستی و ظهور نئولیبرالیسم. خب از یه جهاتی هم درسته، تا جایی که این شرق مثلا یک جور موجودیت فرهنگی یا پارتیکولاریتیه که میتونه جوهری بشه و فلان، و در واقع یه جور همین بریدن از همین یه جور افق یونیورسالیستی رو ریپرزنت میکنه و اینا، این نه وارده. ولی خب حالا من تلاش کردم بگم که یک مفهوم آلترناتیوی هم از شرق در بطن سنت مارکسیستی وجود داره که خب اولا شناساییش خیلی مهمه، برای خیلی کارکردش برای دینامیک تاریخ سرمایه داری مهمه، تصدیق این که بالاخره سرمایه داری هر جا ریشه دوونده یک مسیر خاص و متفاوتی را طی کرده، یا اون معروف اون زوندر ویک، مسیر ویژه، این مختص آلمانیا نیست، این سرنوشت همه جاست. و سرمایه‌داری اصلا مبتنی بر یک زمانمندی است که به شکل دائم از خودش، از معیار منطقیش، از اون تصویر نابش که حالا مثلا خود مارکس مثلا در جلد یک سرمایه، مثلا حالا تا قبل از اون بحثای مربوط به انباشته به اصطلاح انباشته ولی اینا ارائه میده، اونا خب این مدام سرمایه‌داری از اون فاصله میگیره. به طور خاص برای ایران هم به هر حال کارتوگرافی تاریخی این وضعیت خاص ایران هم این مفهوم شرق مهمه دیگه. ایرانو میشه تو این افق همزمانی و امور ناهمزمان و اینا خوب فهمید، خیلی هم استفاده کردن ازش برای تحلیل وضعیت. به لحاظ سیاسی و نظری هم اشاره کرد، یعنی به لحاظ سیاسی و عمل سیاسی و عقل استراتژیک هم مهمه، برحالی اشاره کردم به لنین و این در واقع شکل درست، و خصوصا برای همبستگی انترناسیونالیستی ما خیلی خوب تاکید داریم روی همبستگی خلقها و ستم دیدگان جنوب جهانی. ولی خب یه جوری به نظر من شکاف شمال جنوب با همیشه باید یه بارم به صورت همین غرب شرق صرف کرد، اونجا یه چیزایی همیشه روشن میشه، عرصه‌های امکان همبستگی با تخیلات و فانتزی ها و اینا میتونه از هم تفکیک بشه و در حال یه مقدار آدم روی زمین سفتری راه بره. من دیگه همینجا بحثم رو تموم میکنم، امیدوارم خیلی طولانی و حوصله سربر نباشه، دچار سردرد نشده باشید دیگه. خیلی ممنون.